ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در نامهای خطاب به ملت ایالات متحده آمریکا و رهبران سیاسی آن از پیشنهاد وزیر امور خارجه این کشور به سوریه حمایت و بر آن تأکید کرد در این نامه که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا منتشر شده است آمده ایالات متحده روسیه و تمامی اعضای جامعه بین الملل باید از مزیت تمایل دولت روسیه برای قرار دادن زرادخانه های شیمیاییش در معرض کنترل بین المللی استفاده کند از سوی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا نیز از پیشنهاد تازه روسیه استقبال کرد سخنگوی کاخ سفید پیش از آغاز مذاکرات ژنو گفت من جدول زمانی ندارم که به شما ارائه کنم آنچه می توانم بگویم این است که بدیهی است که این موضوع زمان می برد توسعه یک برنامه برای ایمنی سلاح های شیمیایی سوریه و تایید مکانشان و درآمدنشان به کنترل بین المللی مشمول در نظر گرفتن جوانب است سخنگوی کاخ سفید افزوده که طی دو روز گذشته نسبت به آنچه در دو سال گذشته شنیده ایم از روسیه همکاری بیشتری دیده ایم.